آیا شاه طرفدار اسرائیل بود یا فلسطین؟ جنگ بین اسرائیل و فلسطین یکی از پیچیده‌ترین و پرمناقشه‌ترین درگیری‌های تاریخ معاصره که ریشه در دهه‌های اختلافات مذهبی، سیاسی و فرهنگی داره. این نزاع نه تنها بر زندگی میلیون‌ها انسان تأثیر گذاشته، بلکه تحولات منطقه‌ای و جهانی رو نیز به شدت تحت تأثیر قرار داده. تو این ویدیو در مورد اینکه آیا شاه طرفدار کشور فلسطین بوده یا اسرائیل و یه تحلیل کوچک و خلاصه‌ای در این باره آماده کردم. پس اگه علاقه‌مند هستید تا انتهای ویدیو با من همراه باش. در فضای مجازی مصاحبه‌های زیادی از محمد رضا شاه وجود داره که شاه در مورد جنگ و دعوای اسرائیل و فلسطین اظهار نظر می‌کنه. این مصاحبه‌ها اکثراً تقطیع شده هستند، یعنی هر کسی با توجه به گرایشات خاص خودش بخش‌های خاصی از مصاحبه رو جدا کرده. این مصاحبه شاه در مورد اسرائیل رو ببینیم. Is too powerful for the interests of Israel? I think so. They are controlling many things. این در حالی است که خبرنگار از شاه سوال می‌کنه. فکر می‌کنید نفوذ یهودیان در آمریکا بیش از اندازه عمیق است؟ تصور بر این است آنها خیلی چیزها رو کنترل می‌کنند. چه چیزی رو کنترل می‌کنند؟ روزنامه‌ها، رسانه‌ها، بانک‌ها. میشه گفت با وجود این مصاحبه معلوم میشه که شاه علاقه خاصی به این کشور نداشته. What? Newspapers, medias, Your Majesty, banks. اما بنابر دلایلی اسرائیل رو شریک سیاسی خوبی میدونست. واقعیت اینه که روابط ایران با اسرائیل در زمان شاه میتونست روابط ایران با غرب رو بهتر کنه و باعث نزدیکی شاه به اسرائیل بشه. اما شاه در مورد این روابط خیلی محتاط بود. او میدونست که جهان اسلام به شدت روی مسئله فلسطین حساسند و او هم پادشاه کشوری مسلمان است. و اما مسئله دیگری که باعث میشد شاه به اسرائیل نزدیک بشه حمایت گروه‌های جهادی فلسطینی از انقلابیون ایران بود. مسئله دیگر این بود روابط بسیار نزدیک معمر قذافی و صدام حسین که دشمنان ایران بودند باعث فاصله گرفتن شاه از فلسطین میشد. همکاری شاه با اسرائیل به خاطر شرایط سیاسی ایران و منافع ملی بود. شاه پیرو ایدولوژی خاصی نبود. ایشون نه یک صهیونیست بود که بخواد از اسرائیل پشیمانی کنه و نه یک اسلامگرا بود که معتقد باشه اسرائیل باید نابود بشه و اورشلیم در اختیار یک دولت مسلمان بشه. پس تعجبی نیست اگر در برخی از مصاحبات شاه از اسرائیل و در برخی دیگر از فلسطین حمایت می کند. پس با وجود توضیحاتی که دادم شاه طرفدار ایدولوژی خاصی نبود و نمیشه گفت که به طور کامل طرفدار فلسطین یا اسرائیل بود. ایشون در هر حالت به فکر ساخت و آباد کردن کشورش بود و اولویتش کشورش بود. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه هم بودید. اگر میخواید از ویدیوهای ما با خبر باشید حتما کانال رو سابسکرایب کنید و نظرات خودتون رو در مورد این ویدیو در قسمت کامنت ها به اشتراک بگذارید.